بینندگان عزیز به برنامه دانش نوین خوش آمدید. من دکتر مهرنگ خزایی هستم، روانشناس بالینی و محقق در روانشناسی تحلیلی. این برنامه است علمی که هدفش گسترش علم روانشناسی، بررسی تئوری‌های دانشمندان روانشناس و تحقیقات جدید در مورد اختلالات روحی روانی است. برنامه امروز من درباره دین از دیدگاه روانشناسی هستش. دین یک پدیده بسیار قوی که بیشتر مردم جهان به اون وابستن. واژه عربی که به معنای اطاعته که باعث میشه در انسان اعتقادی شدید بین اون و آفرینندهش به وجود بیاد. حتما شما میخواید بدونید که دین چطور به وجود اومد. چرا انسان ها قرن هاست که به اون وابستن و چرا عده‌ای حاضرن جونشون رو در راه دین فدا کنن؟ و علم روانشناسی در مورد دین و نیاز انسان‌ها چه نظریه‌ای داره؟ مولانا داستان بسیار شیوا و پرمعنایی رو گفته که همه ما از زمان بچگی این داستان رو شنیدیم. در مدرسه، از زبون معلم‌ها، از زبون پدر مادر بزرگ‌ها که حتی در بزرگسالی هم وقتی میشنویم در ذهنمون تازه است. و اون حکایت موسی و شبانه. دلیل جذابیت این حکایت به خاطر توجه خاص مولانا به انسان و احساسات و نیازهاشه. موسی و شبان داستان چوپانیه که تو صحرا داشته گوسفنداشو میچرونده و با خدا راز و نیاز میکرده. بعد حضرت موسی اون رو میبینه و با هم یه حرفایی و رد و بدل میکنن. دید موسی یک شبانی را به راه، کو همی گفت ای خدا و ای اله، تو کجایی تا شوم من چاکرت، چارقت دوزم کنم شانه سرت، دستکت بوسم به مالم پایکت، وقت خواب آید به رویم جایکت. چوپان داشته با خدا راز و نیاز میکرده، میگفت ای خدای بزرگ تو کجایی تا من بهت خدمت کنم، خونتو تمیز کنم، سرتو شونه کنم، لباساتو بشورم، شیر برات بیارم، دستتو ببوسم، پاتو نوازش کنم، بگو کجایی؟ من میخوام همه بزهامو فدای تو کنم و این های و هوی هایی که در کوه فریاد میزنم همه به خاطر توه. ای فدای تو همه بزهای من، ای به یادت هی هی و هی هات من. حضرت موسی از اونجا رد میشده، میبینه چوپان داره با خودش حرف میزنه، میره نزدیک ازش میپرسه که تو با کی داری اینطوری حرف میزنی؟ چوپان میگه با خدا، اون که ما رو آفرید، همه زمین و آسمون رو آفرید. گفت با آن کس که ما را آفرید، این زمین و چرخ از او آمد پدید. حضرت موسی رو میکنه به چوپان و میگه با خدا؟ با خدا کسی اینطوری حرف نمیزنه؟ مگه زده به سرت؟ این چه طرز حرف زدن با خداست؟ مگه تو بیدین شدی که اینطوری حرف میزنی؟ اگر خاموش نشی آتشی بر خلق افروخته میشه. برو پنبه کن تو دهنت که صدات بیرون نیا تا شاید خدا تو رو ببخشه. این چه جاجاست، این چه کفرست و فشار، پنبه ای اندر دهان خود فشار. بعد چوپان یه دفعه میترسه و میزنه تو سرشو، فریاد میزنه، میگه وای موسی دهانم دوختی، از پشیمانی تو جانم سوختی. و بعد از ناراحتی لباساشو پاره میکنه و فریاد زنون تو بیابون میده و فرار میکنه. بعد یه دفعه یه وحی از طرف خدا به حضرت موسی میرسه که ای پیامبر، چرا بنده ما رو از ما دور میکنی؟ وحی آمد سوی موسی از خدا، بنده ما را ز ما کردی جدا، تو برای وصل کردن آمدی، نی برای فصل کردن آمدی. خدا به حضرت موسی میگه که من تو رو به عنوان پیامبر فرستادم که بنده هامو به من نزدیک کنی، نه اینکه اونها رو از من دور کنی، جدا کنی. من به هر کسی یه روش جداگونه یاد دادم که با من راز و نیاز کنه. هر کسی با اصطلاح و زبون و واژه ها و فهم خودش با من صحبت میکنه. هر کسی را سیرتی بنهادم، هر کسی را اصطلاحی دادم.
هندوان را اصطلاح هند مد، سندیان را اصطلاح سند مد. خدا میگه هندیا با زبون خاص خودشون با من حرف میزنن، ایرانیا با زبون ایرونیشون با من راز و نیاز میکنن، هر کسی درد دلش رو با زبون دلش با من میگه. پادشاه زبونی داره، فقیر و چوپانم هر کدوم زبان و مرام خاص خودشونو دارن. من به اختلاف زبونها و روشها و صورتها کاری ندارم، من به درونشون کار دارم. ما برون را ننگریم و قال را، ما درون را بنگریم و حال را. خداوند میگه من به بیرون و ظاهر بندگانم کاری ندارم، من به درونشون کار دارم، به حالشون کار دارم، به اون عشقی که به من دارن کار دارم. ملت عشق از همه دینها جداست، عاشقان را ملت و مذهب خداست. حضرت موسی بعد از شنیدن حرفای خدا میگرده تو صحرا دنبال چوپان تا رد پای اونو پیدا میکنه. بعد وقتی بهش میرسه با خوشحالی بهش میگه که مژده بده که خداوند فرمود اصلا نگران نباش، هر طوری که دلت میخواد با من حرف بزن، با من راز و نیاز کن، هیچ ترتیبی یا آدابی مجو، هر چه میخواهد دل تنگت بگو. بعد چوپان به حضرت موسی رو میکنه و میگه نگران نباش، رابطه من با خدا از این حرفا بالاتره. خب این داستان پرمعنا نشون دهنده نیاز انسان به وجود موجودی بالاتر و قوی تر از خودشه که بدونه ازش محافظت کنه میکنه. در دلش رو میتونه بگه بدون اینکه قضاوت بشه، آرامش بگیره. از زمانی که تاریخ نشون میده و از گذشته های بسیار دور، انسان همیشه در فکر پیشتر رفت و تکامل بوده. هر روز سعی میکرده زندگی خودشو بهتر از دیروز بسازه تا بتونه بر طبیعت و محیط اطرافش مسلط بشه. ولی همیشه یک مشکل سر راهش بوده و اینکه از تغییرات طبیعت میترسیده. صدای غرش رعد و برق درش وحشت ایجاد میکرده، از هیبت دریا میلرزیده، در مقابل بارونهای سیلاسا و طوفانهای وحشتناک نمیدونسته چطور مقاومت کنه و خودش رو حفظ کنه. حتی از سایه خودش هم میترسیده و اون وحشتها درش استراب به وجود میاورد و دائم فکرش نگران بوده که چه بر سرش میاد. از مرگ میترسیده. بعد برای رسیدن به آرامش برای خودش یه خداهایی می ساخته که به وسیله اون خدایان خودش رو حفظ کنه. تصور می کرده خورشید، ماه، کوه، دریا یا هر پدیده که بزرگ و دور از دسترس اون بوده همون آفرینندشه که می تونه ازش مواظبت کنه و این پدیده ها رو می پرستیده. حتی گاهی خدایی خاص برای هر کدوم در نظر می گرفته، مثل خدای دریا، خدای خورشید، خدای آتش. بعد در زمانهایی از تاریخ یه بت‌هایی از سنگ و چوب برای خودش می ساخته و به عنوان خدا می پرستیده که حافظش باشه و از اون ترسهاش رهایی پیدا کنه. تا اینکه حضرت ابراهیم میاد به انسان سرگشته و مضطرب میگه که این بت‌ها رو که شما خودتون از سنگ و چوب درست کردید، اینا که نمیتونن از شما حفاظت کنن. اون کسی که آفریننده شماست و میتونه ازتون در برابر طوفان‌های زندگی محافظت کنه، خدای یکتاست و مردم رو به یکتا پرستی دعوت میکنه. و بعد به مرور زمان ادیان ابراهیمی به وجود میان که اونها یهودیت، مسیحیت و اسلامه که هر سه خدای یگانه رو میپرستن و معتقدن که خداوند جهان رو خلق کرده و برای هدایت بشر قوانینی رو از طریق پیامبران فرستاده که بتونن با آرامش در این جهان زندگی کنن. و این سه ادیان بزرگ قرن هاست که همچنان قوی و پابرجا موندن و معتقدان بسیاری در دنیا دارن. هر کدام هم کتابهایی دارن که اصول دین رو توصیف کرده که اونها تورات، انجیل و قرآن هستش. حالا ببینیم دین در زندگی ما انسان ها چه نقشی داره؟ همه ما گهگاهی در طول زندگی بارها از خودمون پرسیدیم من کیم؟ به چه دلیل در این دنیا هستم؟ خدا برای چی منو به وجود آورد؟
مانده ام سخت، عجب کس چه سبب ساخت مرا، یا چه بوده است مراد وی از این ساختنم. آیا من به این دنیا آمدم که فقط صبح رو به شب برسونم و این انقدر تکرار بشه تا یواش یواش رو به پیری برم، موهام سفید بشه، پوستم چروک بشه، پشتم خمیده بشه و بعد بمیرم و از این دنیا برم؟ یا اینکه من به این دنیا اومدم که ارزش ها و معنای زندگی رو یاد بگیرم و به کمال برسم؟ خیام میگه: در کارگاه کوزگری رفتم دوش، دیدم 2000 کوزه گویا و خموش. ناگاه یکی کوزه برآورد خروش، کو کوزگر و کوزه خر و کوزه فروش. این یکی از شاهکارهای خیامه درباره فلسفه جهان هستی که منظورش از کارگاه کوزگری دنیاست و در این دنیا هزاران کوزه، یعنی آدم ها رو میبینه گویا و خموش که با خروش و فریاد به دنبال این سوال هستن که راز آفرینش در چیه؟ از کجا آمده ام؟ آمدنم بهر چه بود؟ بعد از مرگ به کجا میرم؟ و راز این زندگی و مرگ در چیه؟ وظیفه دین این هست که جواب این سوالها رو میاد به انسان متحیر و سرگشته میده و واقعیتهای جهان هستی رو براش توصیف میکنه، راه کمال و سعادت رو بهش نشون میده. دین در واقع یک هدایت کننده است که میتونه به انسان مضطرب حقایق جهان هستی رو بگه و درش آرامش به وجود بیاره. دکتر ویکتور فرانکل، یکی از دانشمندان روانشناس، درباره رابطه انسان و دین معتقده که هستی انسان شامل دو معناست: متفاوت بودن و مشابه بودن. یعنی هر انسانی موجودی خاص و متفاوت از دیگریه و نواقصی داره. از این رو هر کس به شیوه خاص خودش ناگریزه که از اون نواقص رو رفع کنه و یکی از دلایلی که انسان‌ها به دین رو می‌برن برای از بین بردن نواقص و کاستی‌های شخصیتشونه که بتونن اونها رو مهار کنن و ترساشون کم بشه. بنابراین وقتی ما از کل تجربه انسانی صحبت می‌کنیم، بیشتر درباره باطن و درون انسان‌ها صحبت می‌کنیم که ناخودآگاهه. کارل یونگ، یکی دیگه از دانشمندان روانشناس، معتقده که هر انسانی نه تنها خصوصیات جسمی اجداد خودش رو به ارث میبره، بلکه تجربه های اونها هم از طریق وراثت به دست میاره و اونها الگوهای رفتاری قدیمی هستن که به اونها ناخودآگاه جمعی یا به انگلیسی آرکیتایپ میگن، که در طی تاریخ اجداد ما اونها رو دیدن، تجربه کردن و به زبان نماد تعریف کردن و در ذهن ناخودآگاه ما ثبت شده. مثلا انسان‌ها همیشه شاهد گردش هر روز خورشید از افقی به افق دیگه بودن و در زمان‌های اون رو می‌پرستیدن و به اون نسبت خدایی می‌دادن. تکرار این رویداد در ذهن ناخودآگاه انسان‌ها ثبت شده و از طریق وراثت به نسل‌های بعدی منتقل شده و نسل‌های بعدی هم خورشید رو مظهر روشنایی می‌دونن. بنابراین خورشید یک کهن الگو یا آرکیتایپ که در ناخودآگاه جمعی انسان‌ها به عنوان مظهر نور و روشنایی ثبت شده. در مورد وجود خدا هم یونگ باور داره که خدا یک کهن الگو یا آرکیتایپ که به عنوان مظهر موجودی که زمین و آسمان و دریا و کوه‌ها رو آفریده و حفاظت کننده همه موجودات کره زمین هست شناخته شده و در عمق ناخودآگاه انسان‌ها ثبت شده، از طریق نسلی به نسل دیگه منتقل شده. برای همین بیان نام خدا به طور ناخودآگاه در انسان‌ها آرامش به وجود میاره، چون احساس می‌کنه تنها نیست و یک نیروی قوی همیشه مواظب بشه. یه بیتی هست که میگه: گر نگهدار من آن است که من می‌دانم، شیشه را در بغل سنگ نگه می‌دارم. به گفته یونگ، دین زبانیه که صفات خدا رو برای انسان‌ها توصیف می‌کنه. زبانی بسیار قوی و بامعنا که نیروهای محرک کننده بسیار قوی در اونها هست که میتونه انسانی رو با تمام وجود پایبند اعتقاداتش کنه که حتی بخواد جونش هم در راه دین و خدا
فدا کنه. یونگ باور داره که در درون هر فردی ذات دینگرانه وجود داره که از طریق وراثت به اون رسیده، یعنی از طریق اجدادش که پایبند به دین و اعتقادات دینی بودن در ناخودآگاه ثبت شده. بنابراین یونگ دین رو گرایشی ذاتی میدونه که از کهن الگوهای فعال ناخودآگاه جمعی یا آرکیتایپ هاست و یک رابطه درونی با ارزش‌های فردی داره. امروز در دنیای مدرن با همه آشفتگی‌های روانی، عده‌ای دین رو جهل و باعث عقب موندگی انسان‌ها می‌دونن. خب شاید برای اینه که اونها به تجربه واقعی اثرات دین در وجود انسان‌ها آگاهی ندارن. نمی‌دونن که دین می‌تونه به انسان سرگشته با تمام ترساش در زندگی کمک کنه که به آرامش برسه. جهل به معنی نادانیه. آیا انسان مضطرب که برای رهایی از ترس و استراباش به دین پناه میبره نادانه؟ دین یه راهنماست و با قوانینش به انسانها راه درست زندگی کردن رو نشون میده. از امید و روشنایی حرف میزنه، میگه در ناامیدی بسی امید است، پایان شب سیاه سپید است. میگه از مشکلات زندگی نترس، ناامید نشو، افسرده نشو، بیراهه نرو، خودکشی نکن، ایمانت رو قوی کن. بعد خدا مواظبته. قسمت مهمی از دین راجع به اخلاق و اعمالی که به جامعه ارتباط داره، مثل اخلاق و صفات بشردوستی، خیرخواهی، عدالت، سخاوت و بخشندگی. اینا کجاش جهل و نادانیه؟ ما انسان ها موجوداتی هستیم که به آسونی میتونیم تحت تاثیر عوامل محرک کننده بیرونی قرار بگیریم، به آسونی به بیراهه کشونده بشیم و رو به فساد بریم. یکی از فواید دین برای انسان از بین بردن تاثیر عوامل محرک کننده بیرونی در اجتماع است. به انسان ها میآموزه که این جهان دو جنبه متناقضه، واقعی و خیالی. هر کس به چشم حقیقت به زندگی و دنیا نگاه کنه به سعادت میرسه، هر کی به دیده خیال و توهم به اون نگاه کنه سرگشته میشه. خودتون که هر روز میبینید ما در دنیای زندگی میکنیم که همش با ترس هامون روبرو هستیم. ترس از ناامنی، ترس از جنگ، ترس از بیپولی، ترس از تنهایی، ترس از رها شدن، ترس از شکست. بیشترمونم نمیدونیم علت این ترس ها از چیه. اما اگر بیاندیشیم که در مقابل این ترس ها تنها نیستیم و یک نیروی بسیار قوی همراهیمون میکنه، اون ترس ها برامون بی‌معنا میشه. ایمان به خدا به انسان آرامش میده. در مقابل بیماری‌های ناعلاج وحشت زده نمیشه. در مقابل مشکلات زندگی بغض نمیکنه. برای اینکه یه حسی از درون با یک آرامش خاصی بهش میگه نگران نباش، همه چی درست میشه، من هواتو دارم، نترس. و اون حس ندای خداست. مثلا در برنامه 12 قدم که روانشناسا از اون برای ترک اعتیاد استفاده میکنن و امروز توسط میلیون ها نفر در دنیا اجرا میشه، فرد معتاد بعد از درمون های مختلف بالاخره میپذیره که در برابر اعتیاد ناتوانه، نمیتونه ترک کنه و تنها یک قدرت بالاتر از خودش میتونه در ترک اعتیاد بهش کمک کنه. بعد شروع میکنه با خدا رابطه برقرار کردن، به خطاهاش در مقابل خدا اعتراف میکنه، برای رفع کمبوداش درخواست کمک میکنه و بعد اعتماد به نفسش بالا میره، قدرت اراده پیدا میکنه و میتونه اعتیادش رو ترک کنه. بنابراین اعتقاد به خدا دین به ما کمک میکنه که انسان بهتری باشیم و بهتر زندگی کنیم. خب بینندگان عزیز، حال بزنین یه آهنگ قشنگ ما براتون انتخاب کردم گوش میکنیم و بعد من برای شما درباره دین از دیدگاه روانشناسی توضیحات بیشتری خواهم داد. پس با ما باشیم. دلا امشب سفر دارم، چه سودایی به سر دارم، حکایت های پر شرر دارم، چه بزمی با تو تا سهر دارم. الهی امشب
حکایت های پر شرر دارم، چه بزمی با تو تا سهر دارم. سفرهای پر خطر دارم، نمی ترسم از فتنه طوفان، دلی چون دریای خزر دارم. به بیتابی قلب عاشقان پیامی از شمس و قمر دارم. دلا امشب سفر دارم، چه سودایی بسر دارم. حکایت های پر شرر دارم، چه بزمی با تو تا سحر دارم. دیگر دارم نیایش ها به درگاهش، از این شور و شرر دارم. زنطف بیم کران او تشکرها کنم، اما شکایت ها به درگاهش ز سودای بشر دارم. نمی ترسم از فتنه طوفان، دلی چون دریای خزر دارم. به بیتابی قلب عاشقان پیامی از شمس و قمر دارم. دلا امشب سفر دارم، چه سودایی به سر دارم. حکایت های پر شرر دارم، چه بزمی با تو تا سحر دارم. دلا امشب سفر دارم، چه سودایی بسر دارم. حکایت های پر شرر دارم، چه بزمی با تو تا سحر دارم. خب بینندگان عزیز، امیدوارم که از این آهنگ بسیار زیبا که براتون پخش شد لذت برده باشید. حالا برگردیم به بحث درباره دین از دیدگاه روانشناسی. آیا تا به حال از خودتون پرسیدین که خوشبختی چیه؟ خوشبختی یعنی این که بین خواسته ها و امکانات ما تعادل وجود داشته باشه. کسی که زندگی متعادل داره، چه از نظر مالی چه از نظر روانی، میتونه آدم خوشبختی باشه. اما اگه ثروت فراوان داشته باشه و از لحاظ روحی فقیر باشه، هرگز طعم خوشبختی رو نخواهد چشید. یکی از عوامل رسیدن به خوشبختی داشتن ایمانه که از نیازهای انسانه. ابراهام مزلو، یکی از دانشمندان روانشناس انسانگرا، یه تئوری داره درباره نیازهای انسان که میگه که برای بقای اون لازم و ضروریه، که میتونه سلامت جسم و روان انسان رو تأمین کنه و انسانی که اون نیازها درش تأمین شده باشه خودش رو خوشبخت میدونه. اولین و مهمترین نیازها نیازهای جسمیه، چون هر انسان با خوردن غذا و پوشش لباس و داشتن پناهگاه و نیاز جنسی سعی میکنه که سیستم بدنش رو متعادل نگه داره.
دومین نیاز امنیت روانیه، مثل امنیت خانواده، امنیت شغلی، امنیت در برابر مشکلات زندگی. و سوم نیاز تعلق پذیری و عشقه که بتونه در امنیت و آرامش زندگی کنه. بنابراین گرایش به دین و داشتن ایمان به خدا در انسان امنیت و تعلق و آرامش ایجاد میکنه. اگر ایمان قوی به خدا داشته باشید، با تمام قدرت دست به عمل میزنید و میتونید دنیای دلخواهتون رو بسازین، چون نیروی ایمان در تار و پود وجودتون رسوخ میکنه و میتونه عقل و ارادتون رو تحت کنترل بگیره، کمک میکنه تا توانایی رسیدن به خواسته هاتون رو به دست بیارید، چون احساس میکنید که تنها نیستید و یک نیروی قوی شما رو همراهی میکنه. کسایی که ایمان به خدا دارن ترس و استرابشون کمه، برای اینکه باور دارن که خدا مواظبشونه، نه از گذشته میترسن نه نگران آینده هن. چون فکر میکنن اتفاقی که در گذشته براشون افتاده حتی ناخوشایند خاص خدا بوده و حکمتی در اون بوده، برای آیندهشون هم خودشون رو به دست خدا میسپارن. بنابراین دین به ما چیزهایی یاد میده که جلوی نفسمون رو بگیریم، که به بیراهه نریم، احساس کامل بودن کنیم. ایمان به خدا و دین از نیازهای، همونطور که گفتم، از نیازهای انسان برای بهتر زندگی کردن. وقتی ایمانتون قوی باشه فکرتونم قویه. مواظب خودتون باشین، مواظب سلامتیتون و زندگیتون باشین. خب بینندگان عزیز، امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشین. بازپخش این برنامه رو میتونید از ساعت 7:30 صبح و 4 بعد از ظهر جمعه به وقت ایران، شنبه 11:30 شب به وقت ایران و همینطور یک شنبه ساعت 8 صبح و 4:30 بعد از ظهر به وقت ایران ببینید. این برنامه ها رو میتونید از وبسایت تلویزیون ایران فردا، آپارات، یوتیوب و فیسبوک من ببینید و تا هفته آینده اوقات بسیار خوشی رو برای شما آرزو دارم.